روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رحیم پور خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ابتدا به این موضوع اشاره بکنیم که می‌بینیم همچنان فراخوان تجمع از سمت مردم، از سمت دانشجویان ادامه داره. در تصاویر هم دیدیم مردم به اشکال مختلف دارن اعتراض خودشون رو می‌رسونن، شعار نویسی انجام میدن. چرا با وجود خشونت جمهوری اسلامی همچنان این خیزش سراسری ادامه داره؟ بله، به دلیل اینکه بایستی این مقاومت‌های مدنی جهت استمرار این خیزش به مسیر ظهور برسه، به معنی اینکه وقتی که یک خیزش، یک قیام و یک جنبش اجتماعی در حال شکل گرفتن هست، ضرورت داره که اصل پایستگی در اون اعمال بشه. به جهت این کار خیزش وارد یک مرحله از حرکت میشه که مقاومت هست. در این مقاومت بایستی اقداماتی انجام بشه، استمرار پیدا بکنه. نهادهای مدنی، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی ورود پیدا می‌کنن، مثل تشکل‌های صنفی، مثل تشکل‌های دانشجویی، و با اعلام فراخوان همینطور شخصیت‌های سیاسی و حتی هنرمندان، سلبریتی‌ها، با دعوت مردم به اجتماعات، با دعوت مردم به برگزاری تظاهرات و اعتراضات خیابانی، در واقع تلاش می‌کنند جامعه رو در حال پویایی و استمرار حرکت نشون بدن. این مقاومت‌ها برای استمرار ضرورت داره، حتما بایستی نهادهای مدنی هم ورود پیدا بکنند و اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها به همدیگه پیوند. همزمان با این خیزش سراسری ببینیم که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه بر روی قتل و جنایاتی که انجام میده سرپوش بذاره. خانواده های افراد کشته شده رو میاره مقابل دوربین، ازشون اعتراف اجباری میگیره. چرا با توجه به اینکه میدونه مردم حرفش رو دیگه باور نمیکنن، باز هم دست به چنین کارهایی میزنه؟ ببین، به نظر میرسه که در داخل جمهوری اسلامی هنوز این اعترافات اجباری کارکرد خودش رو از دست نداده. به این معنی که از یک طرف داره تلاش میکنه معترضین رو که جامعه هدف اصلیش هست بترسونه، یعنی ایجاد رعب در اونها بکنه، از طریق اینکه وقتی جلوی دوربین قرار بگیرید آبروتون خواهد رفت، از طریق اینکه رسوایی اجتماعی براتون ایجاد میشه، تلاش میکنه این کار رو انجام بده. و از طرف دیگه در مقابل یک جامعه هدف دیگه، یعنی طرفداران خودش، که بخشی از اونها دارن سرکوب انجام میدن، بایستی رفتار توجیهی داشته باشه. یعنی اینکه این کسانی که در سرکوب ها شرکت میکنن بایستی به این نتیجه برسن که کارشون بیهوده نبوده دیگه، دارن تلاش میکنن به این رو نشون بدن که شما کسانی رو دارین سرکوب میکنین که دست نشانده های خارجی ها هستن، در جهت تخریب اموال دارن اقدام میکنن، جامعه رو دارن به هم میزنن. در نتیجه کسانی که در سرکوب هستن بایستی اینجوری اقناع بشن، و همینطور بخش دیگری از طرفداران خودشون که هنوز میخوان حکومت رو در نزد اونها مشروعیت ببخشن و بگن که هنوز ما مشروعیت داریم به خاطر اینکه مخالفان ما اینطوری هستن. در نتیجه اعترافات اجباری سه نوع جامعه هدف رو دنبال میکنه. جامعه اول کسانی که معترض هستند، اونها رو سعی میکنند بترسونن. جامعه دوم کسانی که سرکوب میکنند، اونها رو در واقع رفتار توجیهی براشون ایجاد میکنند. و جامعه سوم طرفداران ساکتشون که بر اونها ایجاد مشروعیت میکنند. در بین اکثریت مردم این رفتار از کارکرد خودش افتاده، نتیجه نمیده و مردم دستشون رو خوندن، خیلی از مردم. ولی همچنان با توجه به اینکه این سه تا جامعه هدف در مقابل حاکمیت قرار دارن، تلاش میکنه که تلویزیون ایران این کار رو انجام بده. این یک امر مرسوم بوده. ببینید، در خلال سالهای 2009 تا 2019، این در خلال 10 سال، حداقل 355 اعتراف تلویزیونی به صورت اجباری در ایران منتشر شده. این رو ادامه میدن به خاطر اینکه این هدف رو دارن. به نظر میرسه که اون سه جامعه هدف رو دنبال میکنن در جهت تاثیر گذاشتن بر اونها.